بیننده های عزیز خوش آمدین به ادامه برنامه عصر عریوا. جناب آقای سید عرب سادات، دانشجوی ماستری رشته مدیریت بازرگانی در برنامه عصر عریوا در کنار ما هستند و میخوایم یکی از موضوعات خیلی مهمی که نیاز از توجه بشه و حتی به درد خانواده های عزیز هم زیاد میخوره درباره کسب و کارهای خانگی هست. اینکه کسب و کارهای خانگی چیست؟ چگونه میتونیم در خانه یک کسب و کار رو اندازی بکنیم که از اون طریق درآمد داشته باشیم و چه مواردی رو باید مد نظر بگیریم در این قسمت تا موفق بشیم؟ صحبت های جناب آقای سادات رو میشنویم. خیلی خوش اومدین به برنامه، وقت شما بخیر. سلام و درود و صلوات بر پیامبر مکرم اسلام و سلام و ارادت خدمت شما و بینندگان محترم شما. جهان سپاس. جناب آقای سادات گرامی، میخوایم ابتدا قبل از اینکه بپردازیم به نقش کسب و کار خانگی در توسعه اقتصادی، صحبت شما اصلا درباره کسب و کار داشته باشیم. تعریف شما از کسب و کار چیست؟ خب انسان یک موجودی است که نیازهایی داره و برای رفع اون نیازها باید گوشه از کار رو بگیره و با جمع یک جا بشه تا اون نیازها رفع بشه. اینکه ما چرا کسب کار داشته باشیم، من با یک داستان از پیامبر مکرم اسلام شروع می کنم. روزی شخصی اومد نزد پیامبر، یک کسی بود که نیازمند بود، گفت که شما به من پول بدید که نیازهامو برطرف کنم. پیامبر فرمود شما در خانه خودتون چه چیزی دارید؟ گفت من یک فرش کهنه‌ای دارم با یک ظرف که داخلش آب می نوشم. پیامبر اونها رو خواست، آوردن و فروخت و با پولش به اون یک تبر و به اصطلاح یک وسیله به اسم تنو که بره در کوهها و اینها هضم خشک شده رو بیاره به بازار بفروشه، اون رو بهش راه اندازی کرد. و وقتی که اینو داد دستش، پیامبر مکرم اسلام فرمود که دیگه شما رو در بازار نبینم تا زمانی که نتیجه کارت رو به من گزارش بدی. که نتیجه داد یا نه؟ چند مدت بعد اومد با لباس‌های تمیز و مرتب و آراسته، گفت که پیامبر من خیلی خوشحالم، هم از این که کار میکنم، هم از این که یک احساس خوشایندی بهم دست میده که کسب و کار خودم رو دارم، گرچه کوچیکه. به همین منظور طبق فرمایشات اسلام و طبق فرمایشات پیامبر مکرم اسلام، برای اینکه بتونیم معیشت خودمون رو تأمین بکنیم، اگر توانایی و ظرفیت کسب و کارهای بزرگ رو نداریم، میتونیم با ایجاد کسب و کارهای کوچیک و خانگی به تأمین معیشت خودمون بپردازیم. بله دقیقاً. خب حالا رسیدیم به اصل مطلب که کسب و کار خانگی است. اینکه کسب و کار خانگی چیست و چگونه میتونیم یک کسب و کار خانگی رو اندازی بکنیم؟ ببینید، کسب و کار خانگی کسب و کاری است که با کمترین هزینه ما میتونیم با کمترین تجهیزات و امکانات در خانه راه اندازی بکنیم. بله. البته به شرط این که، چون ما میگیم در خانه، کسب و کاری که ما راه اندازی میکنیم به محیط اطرافمون، به همسایگانمون سر و صداش یا به اصطلاح وسایل و ابزار آلاتش مزاحمت نکنه. بله. در کل میتونیم بگیم کسب و کار خانگی کسب و کاریه که ما اونها رو با کمترین هزینه، با کمترین امکانات در خانه راه اندازی میکنیم و از اون درآمدزدایی میکنیم تا بتونیم کار خودمون رو داشته باشیم و بتونیم به اصطلاح تأمین معیشت بکنیم و هم بتونیم برای توسعه و رونق اقتصادی جامعه گامی برداشته باشیم. دقیقاً. آیا کدام هزینه زیاد ما یا امکانات زیاد ما، اگر شما اشاره کردین در خانه و هر کس با اندکترین سرمایه میتونه که این کسب و کار رو اندازی بکنه یا خیر؟ تاریخ افغانستان نشون میده که تمدن‌ها و فرهنگ‌های متفاوتی در افغانستان رفت و آمد داشتن و اینها آثار بسیار خوبی رو به جا گذاشتن. یک بخشی نیاز به فن و هنر داره بیشتر از اینکه هزینه داشته باشه. البته هزینه داره، ولی فن و هنرش مهمه. مثلا قالین بافی، گلین بافی، به اصطلاح کفش دوزی و غیره، این و خیاطی، اینها نیاز به فن داره، هنر داره. البته در سالهای اخیر بعد از اینکه به اصطلاح فرش‌های ماشینی اومد و اینها اومد، به نحوی تبلیغات طوری جلوه داد که این فرش‌ها دیگه دستی رو به نحوی به انزوا برد، ولی در حالی که فرش دستی خیلی هم جزی از فهم، جزی از اقتصاد ماست، هم جزی از فرهنگ ماست که باید اونها رو توسعه و رونق بدیم. همچنین بحث خیاطی، بحث
کفش دوزی، کفش های دستی که ما اینها رو داشتیم، همه اینا نیاز به فن داره و هم میتونه که به اصطلاح جایگاه خودشو در اقتصاد کشورمون پیدا بکنه. ما باید مد نظر داشته باشیم اگر یک نفر رو از بیکاری بتونیم خارج بکنیم و وارد کار بکنیم، کار بزرگی کردیم. چرا؟ چون همیشه اقتصاد در گردشه. وقتی یک نفر رو ما به اصطلاح بتونیم تأمین بکنیم، باعث میشه تا 3-4 نفر از کار اون بهره‌مند بشن. و یک دسته از کارها هم هست که نیاز به قدرت بدنی و مقدار سرمایه داره. اون کارها بسته‌بندیه. مثلا ما میتونیم، عید رمضان نزدیک هست، ما بیاییم میوه‌جات رو اینها رو در بسته‌های منظم بسته‌بندی کنیم، پاک بکنیم، تمیز بکنیم، به بازار ارائه بدیم و اونها رو به فروش برسونیم. همچنین ما میتونیم به اصطلاح مواد حبوبات و اینا رو عمده خریداری بکنیم یا به اصطلاح از شرکت‌ها بگیریم و در خانه بسته‌بندی بکنیم و آماده بکنیم و به بازار ارائه بدیم. هر کاری رو که شما بگید که در خارج انجام میشه، در صنعت انجام میشه، ما میتونیم کوچیکش رو در خانه انجام بدیم. مثلا ما در یک کشور، همونطور که در مصاحبه قبل گفتیم، کشاورزی هستیم. ما میتونیم که مثلا از میوه های تازه در تابستان اونها رو بگیریم، خشک بکنیم و در زمستان از اونها مربا درست بکنیم، یا بیایم از لبنیات رو تبدیل به خامه های خانگی، به کره خانگی، مسکه خانگی اینها بکنیم و به بازار در قالب های منظم و به شکل در بافت به اصطلاح صنعتی اونها رو به بازار ارائه بدیم تا مردم بتونن استفاده بکنن. ما امروزه میبینیم در بازارهای ما یکی از مهمترینه که کشک ها یا همون قرود از خارج وارد بازار ما میشه، در حالی که شما میتونید با کمترین آموزش اونها رو در یوتیوب یا در سایت ها یا در شبکه ها ببینید و اونو یاد بگیرید و خودتون در خانه اونو آماده بکنید و با بازار به فروش برسونید. چند تا مزایا داره؟ یک، این که شما صاحب کسب و کار شدید. دو، این که وقتی شما یه چیزی رو تولید میکنید، نسبت به این که اون به اصطلاح از خارج وارد بشه و گمرک بخوره و اینها بخوره، ارزان‌تر تمام میشه و مردم هم به اصطلاح ازش حمایت خواهند کرد. دقیقاً. گفتیم که در گذشته ها نظر به فرهنگی که مردم افغانستان داشتن و دارن، کسب و کارهای خانگی زیاد بوده، مانند قالین بافی. فعلا و اکنون در جامعه ما چقدر از این کسب و کارهایی که در عصر امروز کار گرفته میشه در خانه ها راه اندازی شده و میتونن که راحت نظر به اون تلاشی که میکنن درآمدی به دست بیارن؟ بسیاری از کسب و کارهای ما میگن یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که میتونه به بقای کسب و کارها به اصطلاح منجر بشه، یکی تحول، تغییر ایده است. بله. خروجی کارو نشون بده. ما خیلی از کسب و کارهای خانگی رو داشتیم که با همون سبک و شیوه قدیمی خودشون به پیش رفتن و باعث شدن که از رده خارج بشن. و یک سری از کسب و کارها تا الان هستن، مثلا قالین بافی، گلین بافی هست، ولی چون به طور گسترده برنامه ریزی نشده، برنامه‌ای که بتونه به اصطلاح اونها رو در بازار اصلی به چشم بیاره، اون برنامه ریزی هنوز نشده، داره کم کم به طور کلی، اگر بگم حالا درصد خیلی کمی به شهرها این فرهنگ هست و این کسب و کار خانگی هست و به سطح خارج هم، خارج شهر، یعنی در روستاها و قریه ها هم کم کم داره از بین میره، بنابراین اون هزینه هایی که داره، اون موادی که داره که تأمین نمیشه. اگر به اینها توجه بشه، ما میتونیم که یک بخش عظیمی رو از بیکاری خارج کنیم و بهشون کار بدیم و همچنین میتونیم اون چی رو که فرهنگ سالیان سال ما بوده رو حفظ بکنیم. امروزه همه کشورها به دنبال اینن که بگن این کار فرهنگی متعلق به ما بوده، ولی ما متاسفانه توجه خیلی خاصی در این حوزه ها نمی کنیم و دارن بسیاری از مسائل و بسیاری از فرهنگایی که متعلق ماست داره در یونسکو و سایر سازمان ها به اسم سایر کشورها ثبت میشه، که ما هم باید از این دید اونها رو محافظت بکنیم و هم بتونیم از این کسب و کارها استفاده بکنیم و برای مردممون کار تهیه بکنیم. و این کسب و کارهای خانگی چقدر در روند توسعه اقتصادی در جامعه نقش داشته و جایگاه این کسب و کارهای خانگی در یک جامعه و در یک کشور چیست؟
جایگاهش ابتدا باید عرض کنم خدمتتون در عصر صنعتی به نحوی اومدن گفتن که شما باید همیشه کارمند باشید و این تا الان هم در ذهنیت مردم ما هست بله. که میگن من نمیتونم صاحب کسب و کار خودم باشم، نمیتونم که یک کسب و کاری که بتونه درآمد و کامل بتونه منو تأمین بکنه رو تواناییشو ندارم انجام بدم، در حالی که اینطوری نیست. هر کسی میتونه صاحب کسب و کار خود باشه. ما میبینیم که ثروت‌های هنگفتی روی ابزار آلات وسائل و ماشین‌هایی از کشور خارج میشه و صرف میشه که خیلی نمیتونه به اقتصاد مردم رونق بده. اگر همون هزینه ها روی کسب و کارهای خانگی انجام بشه و یا روی کسب و کارهای کارگاهی انجام بشه، ما میتونیم بهره وری و کارایی بیشتری رو ازشون بگیریم. این کار کسب و کارهای خانگی چند فایده داره و میتونه نقش اقتصادی داشته باشه. یک، اینکه در تمام بافت های جامعه میتونه نفوذ بکنه. شما دیگه نمیتونید بگید که مثلا من نمیتونم به از اینجا تا شهرک صنعتی هزینه حمل و نقلش ندارم، یا من نمیتونم که ماشین بزرگی ندارم تا بتونم تولیداتی رو که انجام میدم به بازار عرضه بکنم. شما هر چقدر که تولید بکنید میتونید در همون منطقه خودتون توزیع بکنید، بالاخره اون چیزی که شما تولید میکنید در منطقه خودتون هم مصرف کننده داره، یا میتونید وقتی که تولید کردید اونو انتقال بدید به یک جایی که خریدار داشته باشه. یعنی شما خیالتون از این بابت راحته که نه هزینه حمل و نقل میدید، نه تشویش به درگیر اینو دارید که اگر کسب و کار من نگرفت هزینه برقش رو چیکار کنم، هزینه کرایه کارگاه رو چیکار کنم، یا مزد کارمندار رو چیکار کنم، یا اگر محصول منو نخریدن اونا رو کجا انبار بکنن. شما در حدی که تولید میکنید به بازار عرضه میکنید و متقاضی اون رو خریداری میکنه. بله دقیقاً. و خوشبختانه اون قسمی که شما اشاره کردین، امروزه اکثرا روی آوردن و کارهای خانگی و حتی همین کارهای آنلاین هم که بعضی مواردی که نیاز به بسته‌بندی داره خوشبختانه در خانه انجام میشه و این نشان‌دهنده از این هست که مردم کم کم به این آگاهی و به این ذهنیت رسیدن که ما میتونیم در خانه هم یک کارگاه تولیدی کوچک ایجاد بکنیم و از این طریق کسب درآمد بکنیم. بله البته باید ما تنها اینو نگاه نکنیم که کار یا کسب و کار خانگی رو اندازی میشه. ما باید سعی بکنیم که سبک و روش بقای کار رو برای مردم آموزش بدیم. من یک مثال برای شما بدم. چند سال پیش تا الان بعضی از به اصطلاح کسب و کارهای خانگی و کارگاهی، بیشتر کارگاهی، تحت عنوان مایه‌های لباس‌شویی و مایه‌های دستشویی و ظرف‌شویی ایجاد شد. بله. ولی اینها اومدند از اون فرم‌ها و استانداردهایی که لازم بود برای اینکه هم از نظر به اصطلاح صحیح و هم از نظر کیفی اونها رو رعایت نکردند و رقابت ناسالمی به نحو شکل گرفت و متاسفانه الان دوباره می‌بینیم که مردم به مایه‌های ظرف‌شویی و دستشویی تا صنعتی دوباره روی آوردن. ما باید متوجه باشیم که آموزش‌های لازم رو برای کسانی که این کسب و کارها رو راه اندازی می‌کنن بدیم و به اونها بیاموزانیم که شما در این کار قرار هست بقا داشته باشید و روز به روز رشد بکنید و نباید شما در کوتاه مدت و فعلا خودتون رو مد نظر بگیرید و باید اون استانداردها رو رعایت بکنید و میطلبه که در اینجا سازمانها، سازمانهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی خدمات رسانی بکنن و بتونن به مردم اون آموزش رو بدن و یک استانداردی هم تعیین بکنن که به اصطلاح حالا در کسب و کارهای خانگی کمتر، در کسب و کارهای کارگاهی استانداردهای لازم موجود باشه که بعد از رعایت این استانداردها شما میتونید محصولات خودتون رو به بازار عرضه بکنید. البته باید از این دیدم بگیم که این استانداردها نباید پاگیردار باشه به اصطلاح. باید ما سعی بکنیم که با راحت ترین و با آسان ترین مؤلفه های قانونی اونها رو اجازه بدیم که تولید بکنن، ولی از اون برم باید سعی بکنیم که این راحت گیری ما باعث نشه که محصولات بی کیفیتی وارد بازار بشه و به زودترین فرصت اون کسب و کارها به شکست مواجه بشه. دقیقاً. نکته بسیار خوب اشاره کردن جناب آقای صادات عزیز، اینکه باید بقای خود رو در یک کسب و کار مد نظر بگیریم. اگر امروز رو مد نظر بگیریم و به فکر کیفیت نباشیم، طبعا در امروز هم مفاد میکنیم و فردای روز و کاروبار ما با شکست مواجه میشه. و همچنان در کسب و کارهای خانگی به خاطری که
یک کمی تبلیغات بشه و جواب افتکه نیاز کمی صبر هم داشته باشیم. بعضی از دوستا در همون روزهای اول که میبینن نتیجه نمیده ناامید میشن و امکان داره رها بکنن این کاره. بله، تبلیغات که نقش خیلی خوبی داره در بازار، خصوصا رسانه ها و شبکه های اجتماعی و رسانه های ملی و استانی، ولی باید این رو هم ما مد نظر بگیریم که کسب و کارهای خانگی باید جامع تبلیغ بشه. یعنی اگر ما توقع داشته باشیم یک کسی که کسب و کار خانگی رو اندازی میکنه بیاد تبلیغات گسترده بکنه، خب معمولا اون با هزینه کم میخواد به درآمدی برسه. باید دولت اون بخشی رو که اختصاص داده یا سازمان ها اون بخشی رو که به این مؤلفه ها و به این کسب و کار اختصاص دادن به صورت گسترده تبلیغ بکنه و به صورت گسترده اونها رو به نمایش بگذاره و این محصولات رو به مردم بشناسونه و اطمینان بده که این محصولات از کیفیت و اون فرم های لازم جهت پخش و توزیع در بازار برخوردار هستن. شما نگران و تشویش اینو نداشته باشید که اگر من مثلا این کشک رو استفاده بکنم که در خانه بوده، اگر من این لواشکی که در خانه تولید شده، این مربا و یا این خامه و این عسلی که در خانه تولید شده رو استفاده بکنم، شاید من به اصطلاح درست صحیح و بهداشتی نباشه. دولت باید به شدت اینو پیگیری بکنه و بگه که اینها از تحت نظارت و بررسی ما داره اتفاق میفته و شما نگران این نباشید و از همه چیز استفاده بکنیم. ولی بعضی از صنایعی که به اصطلاح اگر ما بیایم بگیم این فن گسترش پیدا بکنه و زمینه صادراتش فراهم بشه، متاسفانه یک سری از آمارها ما داریم که صنایع دستی و خانگی ما مخصوصا در سمت شمال و اینها به اصطلاح آرم و یا لوگوی سایر کشورها به بازار عرضه می شده. حالا در این دولت من نمیدونم چرا کارهایی رو به پیش گرفته، این آمار در دولت قبلی است. پاکستان یا ایران یا هند این محصولات رو خریداری میکردن و چون هیچ آرم و لوگوی نداشته که بگه این نمای بیانگر این باشه که این محصول تولید دستی و خانگی مردم افغانستان هست، به اسم خودشون میزنن. این هم باید دقت بشه که محصولات ما، تجار ما مخصوصا با آرم افغانستان که بیانگر این هستش که این صنعت خانگی هنوز در افغانستان احیا هست و دارن کار میکنن، رو به اون آرم ارائه بدن در بازارهای جهانی. دقیقاً. پس مواردی باید مد نظر گرفته باشه تا که بتونیم پیشرفت داشته باشیم در هر عرصه‌ای که میخواییم در اونجی توسعه داشته باشیم. چقدر توجه شده با وجود اینکه هم مزایای کار گفته شد و هم یک سری نقصایی که در این کار وجود داره، از طرف دولت مردان و کسانی که ویا هم مسئولن در این بخش ها میتونن توسعه بدن این بخش، چقدر توجه شده؟ توجه اگر با اون سطح ایدئال ما که میخواییم برسیم بگیم، در سطح خیلی کمی توجه شده. حالا در این دولت نمیدونم چون تازه هست، ولی در دولت گذشته خیلی کم به اصطلاح توجه شده. مثلا ما میتونیم بگیم که در سال ما 60 میلیون جفت کفش به اصطلاح مصرف میکنیم، ولی ما فقط 25% از اینو در داخل کشور در کارگاه ها تولید میشه. اگر ما بیایم به این توجه بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم و هزینه بکنیم تا این کارگاه ها تولید بشه، من اجازه بدید یک پرانتزی باز بکنم، اینکه چگونه تأمین سرمایه بکنیم. ما همین الان در خانه های ما سرمایه در هر خانه به صورت عقل هست. ما باید سعی بکنیم کارگاه ها رو به اصطلاح اگر کسب و کار خانگی با اون چیزی که مد نظر ماست میتونیم رو اندازی بکنیم در کارگاه ها که یک گام بزرگتر و بیشتر از کسب و کار خانگی هست، سهامی بسازیم. باید دولت توجه بکنه که به طور مثال چند فردی که سرمایه کم دارن و نمیتونن به اصطلاح یک کارگاه کفش رو اندازی بکنن، اینها رو به اصطلاح پل ارتباطی بشه و یک جا بکنه و اطمینان بده که سرمایه شما با کس شراکت شما تحت تضمین دولت هست. شما بیایید با یک جا کردن سرمایه خود یا شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام این تأسیس بکنید این شرکت رو و تولید بکنید و به بازار عرضه بکنید. این باید این توجهات بشه و در گام دوم باید دولت متضمن این باشه که شما وقتی محصولی رو تولید کردید و با کیفیت هم تولید کردید، ما اجازه نمیدیم که بر اساس تبلیغات محصولات بی کیفیت بیان تو جایگزین محصولات با کیفیت شما با قیمت کمتر بشن. بالاخره باید این تضمین ها برای دارای کسب و کارهای خرد و کوچک داده بشه.
و نکته بعدی و بسیار مهم این است که ما همه کارگاه‌های خودمون رو رصد بکنیم و سعی بکنیم که متخصصان خیلی خوبی رو تربیت بکنیم. یکی از اونها، یکی از شرکت‌ها که حالا اسمشون نمی‌خوام بگم، در حوزه اکسیژن فکر کنم، من در ایران که بودم از یکی از دوستان که داشت در شرکت اکسیژن کار می‌کرد پرسیدم شما اینجا چرا در شرکت اکسیژن کار می‌کنید؟ گفت ما می‌خوایم یک کارگاه اکسیژن سازی بسازیم. اون کسی که سرمایه‌گذار است گفت شما برید اونجا در اون شرکت کار بکنید، زمانی که این کسب رو یاد گرفتید بیایید در افغانستان، من سرمایه‌شو میدم شما کار بکنید، که ما دیگه اگه یک زمانی خدای نکرده واقع افتاد یا در شفاخانه‌های ما نیاز به اکسیژن بود ما بتونیم اکسیژن رو تأمین بکنیم. این خیلی خوبه، ما باید رصد بکنیم که اون دانشی که فعلا دانش کارگاهی در بعضی از کالاها و محصولات که در داخل کشور نیست، جوانان خودمون رو که مهاجرت هستن بهشون در تماس بگیریم، بگیم که شما این دانش رو یاد بگیرید بیاید در افغانستان و این کسب و کارها رو راه اندازی بکنید. دقیقاً سپاسگزاریم از شما. واقعا اگر ما بخوایم درباره این کسب و کارهای خانگی صحبت بکنیم مطمئن هستم که باید چندین جلسه وقت بگذاریم، ولی خدا کنمو موارد مهم و نکات خیلی مفیدی که نیاز بود بینندگان عزیز ما گرفته باشن و توجه در قسمت داشته باشن. میخوایم به عنوان آخرین سوال پیام و صحبت شما رو با خود داشته باشن. پیام این است که ببالید که ما مردم افغانستان دارای فرهنگ و تمدن بسیار قوی و بالایی هستیم. هر صفحه از تاریخ به ما درس‌های اقتصادی میده. هر صفحه از تاریخ به ما همت و قدرت و بردباری رو میآموزه. باید و باید سعی بکنیم که همونطوری که پیامبر مکرم اسلام فرمودن با کمترین سرمایه بیشترین بهره‌وری رو داشته باشیم. این خواسته پیامبر از امت خودشه و باید تلاش بکنیم و بیشتر از کسانی که در این حوزه‌ها متخصص هستن و تخصص دارن بهشون اطمینان بکنیم و انشاءالله استارت و یا شروع کسب و کارهای خانگی رو بزنیم و بتونیم در آینده نچندان دور بگیم که دیگر به اصطلاح بیکاری در جامعه ما معنا نداره و حداقل بتونیم در گام اول با راه اندازی این کسب و کارها دغدغه بیکاری رو از مردم کمتر بکنیم و حداقل سبب این بشیم که دوستانمون صاحب کسب و کار خودشون بشن، که این باز بهشون قدرت، همت و توانایی بالاتری رو در کار خواهد داد. دقیقاً. سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای سید عرب سادات از اینکه با ما همراه بودید. خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از شما و بینندگان گرامی شما که با پای صحبت های من نشستید. سلامت باشین و تشکر از شما همراهان عزیز. در ادامه برنامه عصر ریوا همچنان ما را یاری کنید.